و ما برای جزئیات بیشتر با همکارم توماج تاهباز در تایوان همراه میشیم. توماج، به قول آنتونی بلینکن مشکلات یک روزه حل نمیشه، اما به ما بگو چه مسائل عمده‌ای توجه ناظران و رسانه‌های منطقه رو به خودش جلب کرده؟ همه چیز، از خود دیدار به خصوص با آقای شی جین پینگ که یک دیدار نمادین بود تا اظهارات و گفته‌های مطرح شده و کنفرانس خبری. بذار از خود دیدار شروع کنم. شی جین پینگ رهبر چین دلیلی نداشت که با وزیر خارجه آمریکا دیدار بکنه بر اساس پروتکل‌های دیپلماتیک، ولی این کار انجام شده که نشان دهنده اهمیتی که حکومت چین می‌خواد نشون بده به بازسازی یا احیای روابط. این دیدار نه فقط یک دیدار نمادین بود که آقای شی جین پینگ در واقع به عنوان میزبان در حضور داشت. طوری که من دیدم در تصاویر بین نفرات حاضر آقای بلینکن، شی جین پینگ و مقام‌های چینی هم گل‌های نیلوفر چیده شده که در فرهنگ آسیایی به معنی تولد دوباره و بیداریه، که باز هم ظاهراً نمادی است برای اهمیت دادن چین دست کم به احیای روابط با ایالات متحده. در اظهارات مطرح شده هم میشه اینو دید، آقای شی ابراز امیدواری کرده که این دیدار در ثبات بخشیدن به روابط دو کشور نقش سازنده داشته باشه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش گفت پیشرفت‌های به دست اومده. شی گفته چین هدفی برای جدال با آمریکا نداره و هیچ کدام نباید تلاش بکنن طرف دیگر رو به خواست خودشون تغییر بدن. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته دو طرف بر اهمیت تعامل مستقیم تاکید دارن. چین کانگ وزیر خارجه چین گفته که به آمریکا سفر خواهد کرد و احتمالاً طرف‌ها تلاش‌ها برای دیدار رهبران رو هم افزایش خواهند داد. اما تحلیل‌های رسانه‌های آسیایی آنقدر خوشبینانه نیست، هرچند محتاطانه تقریبا همه ابراز خوشبینی کردند، اما بر اختلافات هم تاکید شده. از مهمترین اونها تحریم‌هاست، به خصوص تحریم‌های آمریکا علیه چین. خود آقای بلینکن هم گفته برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا تردیدی نداریم که چینی‌ها هم در واقع به سوی تحریم‌های خواهند رفت برای حفاظت از امنیت ملی خودشون. نیم رسانه‌ها و فناوری‌های پیشرفته یکی دیگه از مسائل، و تایوان جایی که من الان در اون هستم یکی دیگه از مهمترین مسائل مورد اختلافه که ظاهراً هم ادامه پیدا کرده، به خصوص که می‌دونیم اون رابطه نظامی در اون کانال ارتباط نظامی که بین چین و آمریکا هم بود در حال حاضر قطع است. در گلوبال تایمز در داخل چین رسانه وابسته به حکومت چین گفته وقتشه که حالا میزان اعتبار آمریکا رو آزمود در مورد حرفایی که زده. گفته هنوز زوده بشه این نشست رو یک نشست موفقیت آمیز عنوان کرد و باید دید نتیجه اون چه خواهد بود. در تایوان سی ان ای در واقع خبرگزاری دولتی تایوان از لیو پینج یکی از تحلیلگران معروف اینجا نقل کرده که بازگشت روابط به دوران پیش از ترامپ تقریبا غیر ممکنه. هدف از دیدار بیشتر جلوگیری از افزایش تنش‌ها در واقع توصیف شده تا اینکه تنش‌های قبلی به طور مشخصی کاسته بشه، باز هم به گفته تحلیلگران در تایوان. البته انتظار میره که همکاری‌ها در برخی زمینه‌ها افزایش پیدا بکنه یا ادامه پیدا بکنه. میشه گفت مثلا تغییرات اقلیمی و مسائلی که در واقع دو طرف میتونن در واقع مجدد بخوام همکاری‌هاشون رو ادامه بدن. نشریه نیکی در ژاپن به مسئله تحریم‌ها اشاره کرده و چوسانیل با در کره جنوبی گفته که میزبانی از بیل گیتس صمیمانه‌تر از میزبانی از آقای بلینکن.